چرا باد نشد؟ یه بادکنکم بلد نیستم بادکنن. وات؟ این چرا اینجوریه؟ A few moments later. های آرمی، به ویدئوی تولد 28 سالگی جیهوب خیلی 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 خوش اومدید. واو! باد شد. A few moments later. امروز پنجشنبه 28 بهمن ساعت 3 بعد از ظهر و به عبارتی میشه گفت شب تولد 28 سالگی جیهوب خوشگلمونه که کلی 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 تولدش مبارک اون باشه. های آرمی، من هایریم و شما خیلی 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 خوش اومدید به چنل یوتیوب هایری. و امیدوارم که حالتون فوق العاده باشه. من که خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. از یه بابت هم یکم ناراحتم، میگم بهتون چرا ناراحتم. ولی امروز شب تولد 28 سالگی جیهوب مونه و دقیقاً ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران میشه 12 شب به وقت کره جنوبی و هوبی 28 ساله میشه. تولدش کلی 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 به هم مبارک. امیدوارم تا قبل از 6 بعد از ظهر به وقت ایران برسم ویدیو رو ادیت کنم بذارم، چون دیر شده. و علی رغم اینکه من دقیقاً بیشتر از یه هفته است که برای امروزم برنامه‌ریزی می‌کنم، میگم که روز تولد جیهو بعد این کارو بکنم، دیر شد و شما نمیدونید. من دقیقاً از هفته پیش کیک خریدم، یعنی پودر کیک خریدم، بادکنک خریدم، شم خریدم، بادکنک که خریدم و می‌خواستم امروز با هم یه کیک درست کنیم، ولی دقیقا از صبح یه موده خسته مریضطوری داشتم که نمیتونستم از جام بلند شم. بعد همش فهمیدم که من باید بلند شم این کیک رو هم بزنم، نمیدونم واسه چی همچین حسی. از این بابت که نتونستم کیک درست کنم خیلی ناراحتم. ولی اینجور شد دیگه، اینجور شد و مجبوریم از این کیک آماده واسه تولد خوبی دکور کنیم. برزه نظرت. ولی یه آدمه بادکنک قراره با هم یه باد کنیم توی ویدیو. بادکنک هم آنلاین خریدم، بطن نمیدونستم بچه اینو واقعا بهش توجه کنیم. بادکنک سایز داره و من نمیدونستم بادکنک سایز داره. بادکنک ها رو آنلاین خریدم و اندازه بادکنک ها رو شما ببین. نهایت وقتی باد میشن انقدی میشن. خیلی امروز شاهکار به خرج دادم. ولی خوش خبرم چه خوش خبری توی این ویدیو. بزنید تا وقتی دارم میبینید کیکر یه جورایی تلاش میکنم دکور کنم، خبرهای خوب امروزم بهتون بگم و اینکه خیلی به ویدیوی تولد جیهوب خوش اومدید. اول از همه که امروز تولد جیهوبه و جیهوب رفته بود پروژه های تولدی که آرمیا براش درست کرده بودن دیده بود. دیشب جین رفته و بهش کادوی تولد جین به جیهوب توالت شور داده بود. من واقعا به دوستشون حسودیم میشه. واقعا چرا یه دوست نداریم که کادو تولد بهمون توالت شور بده؟ خیلی خفنه. ببین انقدر خفنه که من تو استوریو نگاه کردم تا یه روب داشتم میخندیدم. فقط از جیم برمیاد همچین کاری. و بذار نباز کنم. واو. به نظر خوشمزه نمیاد واقعا. نمیدونم، شاید خوشمزه باشه. تازه من رفته بودم یه بادکنک افتاد. اون ویدئوی تولد تهیونگ رو آورده بودم، کامنتاشو خونده بودم، دیدم همتون بهم گفتین که اینجوری کیک درست نمیکنه، اشتباه کیک درست میکنی. میخواستم این دفعه درست کیک درست کن. ولی کیک بادکنک داریم درست میکنیم، ولی خب نشد. ولی برای تولد شوگا که تولد بعدیه، حتما امیدوارم حالم خوب باشه بتونیم یه کیک چند طبقه خوشگل درست کنیم. داشتم خبر رو میگفتم، خبر رو که تولد جیهوب بود، جیم بهش کادو داده بود، پروژه آرمیا رو دیده بود و و و خفن ترین خبری که هممون منتظرش بودیم اینه که تهیون کالش خوبه و انگار فقط تستش مثبت شده، علائم خاصی نداره و خودش دیشب ساعت 3:30 اومد ویورس و من از ذوق جام پریدم که گفتش که حالم خوبه. خیلی خیلی خوشحال شدم. همونقدر که اون خبری که This is Big Kid Music ناراحتم کرد، اصابم خورد، دیگه نیومدم اینجا ویدیو بذارم که بشیم یه باری گریه کنیم، عر بزنیم. همونقدر که اون اطلاعی ناراحتم کرد این که تهیون میگه حالش خوبه، نه الکی به خاطر ما میگه حالش خوبه، نه حالش خوبه. اینکه تهیون حالش خوبه واقعا خوشحالم کرد و اینکه خودم تب دارم انگار. نمیدونم. اما خبر خوبه دیگه که میخواستم باهاتون راجع بهش حرف بزنم
اطلاعیه کنسرت حضوری ماه مارچه. این میتونه بهترین کادوی تولدی باشه که جیهو بهار میاد داره میده. اونم خبر این که تو ماه مارچ پسرها کنسرت حضوری دارن. خیلی خیلی خبر خوشحال کننده یه. ولی قسمتش که واقعا ذوق کردن بود که کنسرت تو سئول داره برگزار میشه. تاریخ ها به تاریخ های کره است و بهترین دیگه قرن ساعت 5 صبح از خواب بیدار شیم، ساعت 12:30 و 1:30 ظهر. این خیلی خبر خوبی بود و انقدر سر کنسرت لس آنجلس من همه کنسرت ها رو یه چشی نگاه میکردم، خیلی خوشحال شدم واقعا از اینکه تو آسیا زندگی میکنم. برای اولین بار خوشحال شدم که قرار نیست 6 صبح از خواب بیدار شیم و میتونیم این بچه آدم 12 ظهر و 1 ظهر بشینیم کنسرت ها رو نگاه کنیم. کنسرت هم که میدیم با چه شرایطی نگاه میکنیم. ولی خب تاریخ ها رو باید دوباره تو این تقویمه، یعنی تا سال تموم شه هر صفحه به صفحش اتک بارون بود. خیلی امروز هم علامت آره گه امروز باید تولد هم از آدم اسفند رو صفحه اسفند رو بیارین 19 هم 21 هم و 23 هم اسفند ماه رو علامت بزنید که میشه 10 هم و 12 هم و 13 مارچ. 19 اسفند پنج شنبه است، 21 اسفند شنبه است، 22 اسفند هم یک شنبه است که کنسرت 19 هم که پنج شنبه باشه 1:30 ظهر. فکر کنم همه تون مدرسه‌تون هم تعطیل شده باشه 1:30 ظهر. اصلا پنجشنبه تعطیله. کنسرت پنجشنبه 1:30 ظهره و کنسرت شنبه و یه شنبه 12 خدا رو شکر 12:30 ظهر به وقت ایران 21 و 22 اسفند. دقیقا هفته آخر اسفند که همه چی شلوغه و همه استرسه. استرسی نداره ولی یه جورایی همه چی قاطی پاتیه. پسرم کنسرت ولی اصلا بینش کاری نشه. خبر خوبیه، خبر خیلی 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 خوبیه که قرار یه عالم اتک بخوریم. یه چیزی که بزنین حالا کیک قرار بود کیک رو دکور کنم اینا رو بهتون میگم. یه چیزی که شایعات دارن میگن اینه که تا 21 اسفند یعنی تا 19 اسفند که کنسرت باشه احتمالاً یه کامبک داشته باشیم و کی مدیا پیش بینی کرده که پسر رو تو کنسرت جدیدشون یعنی تو کنسرت ماه مارچشون آهنگ جدیدشون رو رونمایی کنن و بخونن. این فعلا در حد شایعه است ولی خیلی وقتا خیلی از این شایعه واقعی میشه. خدای به امید خودت بریم ببینیم چی میشه. این چرا اینقدر غلیظه؟ این مگه خیلی رقیق شیت ببین یعنی واقعا اگر آدم بخواد دیگه اگر این حالا چیز بود اینجوری حواسمو جمع نمی‌کردم الان ریخته بود همه جا رو به گنگ کشیده بود. ولی الان که می‌خوایم ای خدایا قانون جاذبه مگه نمیگه این مایه است به وقتی این وری میشه باید. خب میدونید که قانون جاذبه اصولاً خیلی وای بابا اینا همیشه آبکی بودن این خامه ها. سکنم دیگه صحبت کاری میکنم. اوکی هی خدا اون از بادکنک خریدنم، اینم از خامه شکلاتی خریدنم واسه دکور کردن این کیکه. خدایا یعنی امروز قشنگ از اون روزاست که هیچی قراری سر جاش باشه. سو دیگه بیشتر از من واقعا فکرم الان این خامه رو دمرو میکنم شره میشه میریز اینجا جلینگ جلینگ میشه ولی نریخ اصلا دیگه. این هم نهایت هنریه که به خرج دادم. ولی نه 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 هنرمندی هم بازم بوده. اسمارتیز هم خریدم یه چند تا اسمارتیز بریزیم روش. چقدر بزرگ اسمارت اینا مگه ریز نبودن جنگیل بینگیل. این شد کیکی که درست کردم. بیم با هم دیگه شم بذاریم و شعر تولد حبی چه رنگی قشنگم پوشیدم. بیا ما همین رو شم بذاریم شعر تولد هوبیو باشه. چمای خوشگل خریدم حیف نداشتم کیک درست کنم و و و یه آرزوی خوب بکنیم. آرزو بکنیم که میگم بهتون چه آرزوی میخوام بکنم. وای چه خوشگله، خیلی شم و خوشگله. واسه دوتاش هم نگردم واسه تولد شوگا چون بیشتر دوتا اسم میخوام روش جا نمیشه. وای خیلی خوشگله، خیلی گوگولیه.
اوکی بزن شمعم روشن کنم. اوکی آماده اید. 3 2 1 جی 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 جینگ. خیلی خوشگل شد، میدونم خیلی ساده است ولی پشتش یه عالم عشقه. اوکی بشه تعلیدو بخونه و ای اومده رو چشام این دوتا، چقدر بامزده شدم. اینو بذار اکت تاملین. دینگ. اوکی 3 2 1 سنگیل چوکا هم نیدا، سنگیل چوکا هم نیدا، سارنگ هانین اوری جی هوب، سنگیریل چوکا هم نیدا. آرزو میکنم که دیگه اصلا از اون اطلاعیه بیکیت میوزیک نبینیم که میگه پسر حالشون خوب نیست یا مریضن، و آرزو میکنم جی هوب تو سال جدید سالم باشه و کلی اتک خفن به اون بزن، اصلا اشکال نداره پسر همشون سالم باشن، جی هوب سالم باشه و سالی پر از اتک و توی 28 سالگیش برامون رقم بزنه. 3 2 1 هورا. اوکی این هم از کیک تولد جی هوب. بهم بگیم شما چه آرزوی کردید حتما، و اینکه و امیدوارم که کلن هممون هم پسرها هم آرمیا هم شما هممون اول از همه همیشه سلامت باشیم و بتونیم کلی از این تولدهای دیگر کنار همدیگه جشن بگیریم، کنار پسرها جشن بگیریم، کلی اتک بخوریم، اصلا اشکال نداره، ولی سالم و سلامت باشیم. این تنها چیزی که الان میخوام و همیشه میخوایم البته. اوکی ویدیوی تولد جی هوب با یه دونه بادکنک زرد سانشاینی تموم میکنم و امیدوارم که به موقع برسم آپلودش کنم. شما حتما تو کامنت ها برام بنویسید چه آرزویی کردید، و اینکه شما خودتون رو آماده اتکو بکنید. هر چقدر این مدت همه چی آروم و امن و امان بود و خبری از پسر رو خیلی نمی اومد، به نظر میاد که این آخر سالی خیلی اکتیف شده باشن و حتی یه خبری از آلبوم جدیدم داره منتشر میشه که خدا به دادم برسه. مرسی که توی ویدیو همراه من بودید و یه بار دیگه تولد سانشاینمون کلی مبارک اون باشه. جین جین. خدافظ، تو ویدیو بعدی میبینمتون.